سلام، مخلص شما موشکافم. راستش بعد از قطعنامه پارلمان اروپا هوای سیدعلی طوری جرو واجر شده که بنده موشکاف موندم چی رو بشکافم. سیدعلی قده و قوده و شکمبه رو به صف کرده تا هر کدوم یه عری در رابطه با این قطعنامه بزنن. بنال بینه چی میخوای بگی؟ این قطعنامه، روح این قطعنامه، مفاد این قطعنامه نشون میده که اونو دفتر همکاری و بهبود مناسبات اروپا و ایران نمیخوان تأسیس بکنن، میخوان یک جاسوسخانه تأسیس بکنن. قطعاً بدانید نه ملت، نه دولت، نه مجلس و هیچ کس اجازه نخواهد داد که چنین دفتر فتنه‌ای در ایران تأسیس بشه. پسر ببین زر چه دواری از روزگار سیدعلی در آوردی. تا دیروز دنبال دل و جیگر سیخ کردن با خر بودن، اما حالا جیگر ندارن یه دفتر اروپایی تو تهران رو تحمل کنن. حالا از این نماینده جوشی استبل ولایت میریم سراغ دوتا پشمک عمامدار که خودشون در آستانه خواب ابدی هست، همه تازه یادشون افتاده واسه بقیه بیدار باش بزنن. یه برنامه 20 ماده‌ای تنظیم کردم، مطالبات 20 گانه جدیدی از ایران، معلوم میشه چه نقشه‌هایی در سر دارند و حقوق بشر و چنین و چنان. باید بیدار باشیم، باید هوشیار باشیم. ما کاملا محکوم میکنیم قطعنامه را، این بدون مستند بی اساس از مغرضانه است. هم مردم بیدار باشن در مقابل این قبیل حرکت ها، هم دولت مردان ما. برو بخواب تو تابوتت بیریم بابا. طرف استراسبورگ با فیضیه اشتباه گرفته، ولش کنی میگه کل نماینده های پارلمان اروپا رو بخوابونید وسط خیابون حد بزنید. بعدی هاپوکمار دست آموز سیدعلی تو قومه که این وسط ترس برش داشته که مبادا میز مذاکره چپ بشه. مسئله هسته‌ای بهانه‌ای بیشتر نیست. اونها با طرح مسئله حقوق بشر و دفاع از فتنه‌گران میخوان فضاسازی کنن تا تیم مذاکره کننده ما نتونن در فضای سالم به دفاع از حقوق حقه شما مردم بپردازم. رأس اول لاریجانی ها هم که دیگه نگو و نپو، دیپلماسی پاندولی پات پیجش کرده، یه دستش به ریش عزماه، یه دستش هم به دنب کوسه. واسه همینم تلاش میکنه تا با یه بیراش قضیه رو چکار کنه؟ ماسمالی کنه. کار سخیفی بود نسبت به این حماسه سیاسی. هم یک حرف های ناپسندی زدن که نشان از کشفهمی و بدفهمی اونها میدهد و شاید هم عده اونها رو فریب دادن که تو یک مسیر غلطی بیفتن. بعضی از حرف هایی هم که در زمینه حقوق بشر زدن خیلی ناآگاهانه و نسنجیده بود. چی؟ حرف ناپسند؟ بابا طرف راه برد اروپا برای برخورد با سیدعلی رو تعیین کرده، زده فک عثما رو کچ کرده، بعد تو میگی کچ فهمی؟ آخه یه بوم و هوا نمیشه که. حرف اصلی تو بزن، مثل این عمو جغد شاخدار حرف اصلی رو بگو. در یه چنین شرایطی در واقع چیزی ندارن برای گفتن جز این که یک در واقع موضع گیری جدیدی رو انجام بدن که من معتقدم که حتما تحریک صهیونیست نقش اساسی در این قضیه داره و لابی مزدورانی مثل منافقین که دائما توی این پارلمان اروپا میچرخند و در واقع حضور دارند و تأثیر گذارند بر افکار نمایندگان ملت‌های اروپایی در این پارلمان. بله، حالا معلوم شد این زلزله یه صد ریشتری که ریش ولایت رو می جنبونه واسه چیه؟ حوض ما شیشه عمر نظامشو دو دستی چسبیده که نشکنه، اما چون دست طرف زخماله شیشه داره لیز می خوره. میکنم زلزله رو تو بیتت چطور شکافه نظامو بندوزم، عوض ما خیتی بالا آوردی
شکار.